literacy of the exploration. اولویت بررسی دانش علوم تجربی در رابطه با محیط زیست و نگهداری اون برای دسترسی به صلح عمومی اساسی است. آگاهی راجع به رابطه جامعه و محیط زیست، خصوصاً آسیب‌های جهانی وارد شده بر مردم، جوامع و اکوسیستم‌ها به ما کمک می‌کنه که بهتر در جهت کاهش ریسک‌ها عمل کنیم. Helps us to better prepare in taking actions to decrease the risks. تغییرات اقلیمی و آب و هوا تأثیرات کلیدی بر زندگی انسانها و تولیدات غذایی دارد. سالانه تعداد زیادی از مردم دنیا گرفتار بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله شده و به خاطر عدم وجود زیرساخت‌های مناسب جان و خانمان خود را از دست می‌دهند. یکی از مسائلی که به آن بی‌توجهی می‌شود، رشد بی‌رویه شهرنشینی و توسعه بدون برنامه است. So let me start then with why urbanization, cities and climate change. And I will بگذارید بگم چرا شهرسازی، شهرها و تغییر اقلیم‌ها. سه مفهوم اصلی اون چیزی رو که ما به صورت جهانی روش تحقیق کردیم و براتون معرفی میکنم. اولی مقیاسه. مقیاسی که در اون ما شهرسازی میکنیم بی سابقه است. بین سالهای 1950 و 2011 دنیای ما مناطق شهری و جمعیت شهری سه برابر شده. این باور نکردنیه. مفهوم اساسی کلیدی دیگه سرعته. به این معنی که اون شدت و یا سرعتی که ما شهرسازی کردیم هم شگفت‌انگیز بوده. در سال 1950، 75 شهر با جمعیت 1 میلیون در جهان وجود داشته. در سال 2011، این عدد به 447 افزایش پیدا کرده. ما با سرعت بسیار زیادی داریم تغییر می‌کنیم و مشکل برامون که معنی این تغییر رو از نظر موقعیت‌ها و مشکلاتی که به همراه داره درک کنیم. و محل هم اهمیت داره. در قرن 19 این اروپا و آمریکا بود که شروع به شهری شدن کرد. تا پایان قرن 20 50% جمعیتشون شهرنشین بودن. آمریکای لاتین بعد از جنگ شروع به شهرسازی کرد. البته که آمریکای لاتین با مشکلاتی روبرو بود. در حالی که در اروپا و آمریکا شهرسازی دست به دست و همزمان با صنعتی شدن پیش رفتند و قابلیت این رو داشتند که کار و دسترسی همگانی به تعداد زیادی از مزیت‌ها و گزینه‌ها را فراهم کنند، ولی این راجع به آمریکای لاتین صادق نبود. اونها با مشکل روبرو شدند. اما الان آسیا و آفریقا دارن با سرعت زیادی شهرسازی می‌کنند. آسیا با اینکه صنعتی هم شده و حتی چین با مشکلات و نابرابری‌های مواجه است. در آفریقا برخلاف اینه. صنعتی شدن همزمان با شهری شدن پیشرفت نکرده و این داره ریشه مشکلات میشه. عنصر دیگه‌ای که میخوام بهش اشاره کنم اینه که ما خیلی به شهرهای بزرگ توجه میکنیم و در آنالیز جهانی که انجام دادیم فهمیدیم که ما باید بیشتر روی شهرهای کوچک توجه کنیم. برای اینکه این شهرها هستن که با سرعت بیشتری دارن رشد میکنن. گرم شدن کره زمین و افزایش درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای موجب از بین رفتن محصولات کشاورزی و کم آبی می شود. خوب است با هم نگاهی بیاندازیم به بررسی علمی این پدیده. چرا تغییرات اقلیمی مؤثرن و چرا ما راجع به تأثیرات این تغییرات بر تولید غذا نگرانیم؟ اولین فاکتور گرم شدن کره زمین و افزایش میانگین دماست. برای بسیاری از تولیداتمون مثل ذرت، سویا، برنج، گندم یک حد دما وجود داره که بالاتر از اون بهره‌وری ناگهانی از بین میره. گیاها مثل ما هستن. از هوای گرم تا اون حد خوشمون میاد که بعد از اون غیر قابل تحمل میشه و نمیخوایم حرکت کنیم یا تولید کنیم. گیاها هم همین شکلی هستن. فاکتور بزرگ دیگه دسترسی به آبه. تا اواسط قرن 21 اینجا دو مدل رو میبینید. 2.6% نسبتاً زیادی در افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای رو نشون میده. 8.5% فوق‌العاده بالای افزایش گازهای گلخانه‌ای رو نشون میده. و
و به هر حال ما برای چند دهه اخیر درصد بالاتر یعنی 8.5% رو دنبال کرده ایم. این به این معنی است که تا اواسط قرن 21 ما کاهشی بین 0 تا 15% در بارش باران در جنوب غربی قاره آمریکا را شاهد خواهیم بود. با تغییراتی که در هویت اقلیمی این کره خاکی روی می‌دهد، امنیت غذایی جهان در ریسک است. امروزه هزاران انسان در دنیا با سختی و مشقت زندگی می‌کنند و از بیماری‌های گوناگون و گرسنگی رنج می‌برند. بسیاری از فعالان و دانشمندان در تلاش برای یافتن راهکارهایی هستند که امنیت محصولات کشاورزی و تولیدات فرآورده‌های غذایی را تأمین کند، تا بلکه بتواند راه حلی دائمی برای مشکل گرسنگی و یا کم غذایی بخش قابل توجهی از جمعیت کره زمین بیابد. We identified in our surveys that people have a lot. در تحقیقاتی که انجام دادیم دیده میشه که مردم راههای بسیاری دارن. وقتی با سیل روبرو میشن وسایلشون رو به طبقه بالا میبرن. وقتی با گرما مواجه میشن پنجره هاشون رو باز میکنن. وقتی با بلایای طبیعی روبرو میشن به شماره های کمک های اضطراری زنگ میزنن و تعدادی از افرادی که ما باهاشون مصاحبه کردیم به خوبی با جامعه خودشون ارتباط برقرار میکردن. ولی نکته اینجاست که اینها کافی نیست. ما نمیتونیم به این اکتفا کنیم که به مردم بگیم این کارا رو انجام بدن. ما باید کارهایی در سطح منطقه‌ای انجام بدیم و این کارها بر پایه دسترسی به سرمایه گذاری اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و پشتیبانی خانوادگی هستند. در سطح شهری، دسترسی به یک زیربنا و سرویس‌ها نیاز اساسی است. دسترسی به آموزش کلیدی است. و تعداد زیادی از جمعیت افرادی که در این تحقیق استفاده شدند، به هیچ یک از اینها دسترسی ندارند. تغییرات اقلیمی یک افزایش دهنده تهدید برای فاکتورهای ناامنسازی شهرها. این تغییرها تأثیر مستقیم بر روی نحوه زندگی، سلامتی، دارایی‌ها، بر ناامنی غذایی و مهمتر از همه از بین رفتن حس جای و مکان دارند و تأثیرات غیر مستقیم روی قیمت غذا و کاهش کمک‌های مالی عمومی برای بازسازی دارند. On food insecurity, and Deborah will refer to that. On loss of sense of place, that's very important. To be displaced is not an easy thing. And it has indirect impacts on food prices, right? On the poor through food prices, decreased public funds for recovery. آیین بهایی بر این باور است که جنبه‌های مادی و روحانی زندگی بشر پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و هر یک می‌تواند نقشی مؤثر در پیشرفت دیگری ایفا کند. از جمله عوامل مؤثر در حیات بشر داشتن محیطی سالم برای زندگی است. توجه یکایک افراد بشر به این موضوع و تلاش جمعی برای یافتن راه حلی برای جلوگیری از زوال تدریجی کره زمین بدون شک از اهمیت بسزایی برخوردار است. بحران فزاینده محیط زیست که محرک آن نظامی است که تاراج منابع طبیعی را برای ارضای زیاده طلبی بیپایان بشری نادیده می‌گیرد، گویای آن است که تصور کنونی نوع انسان از روابطش با طبیعت تا چه حد نارساست.